در تصادف زنجیره‌ای چند روز پیش اینجا در جاده بهبهان 59 خودرو با هم برخورد کردند. هیچ یک از خودروهایی که در اون حادثه بود ایربگش باز نشده. چه تولید خودرویی داریم ما؟ خط ترمز این خودروها رو که همشون رو هم پلیس شماره گذاری کرده از بهبهان تا بهارستان دنبال کردیم. خودروی ملی ما هر سال بی‌کیفیت‌تر از سال قبل شده. چیزی که مردم دارن می‌بینن و لمس می‌کنن. سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس که خودش چند روز قبل این خودروی 0 کیلومتر رو خریده میگه همون هفته اول کلی ایراد فنی بروز کرد. 14 مورد هستش. بحث مشکلات صندلی هست، ضعف ترمز هستش که نوشته ایراد ترمز ضعیف است. چه ترمز ضعیف هست؟ بله بله بله. خودرو روشن نمی شود، قفل مرکزی کار نمی کند، مصرف سوخت بالاست و موتور صدا غیر عادی هستش، در سرعت بالا فرمون می زنه. بعد مشکل جلوبندی هم پس داره. این هستش که نشتی سوخت از شلنگ های ریل سوخ وجود دارد. بر اساس قانون ارتقای کیفی خودرو که در سال 89 تصویب شده، وزارت صنایع باید برنامه‌های مرتبط با کیفیت و استانداردهای اجباری رو ابلاغ می‌کرد و از طریق مؤسسه استاندارد از تولید یا ورود خودروهای غیر استاندارد جلوگیری می‌کرد. هر چی مدل به بالا اومده، کیفیتش اومده پایین‌تر. شاید آپشن اضافه‌تر شده باشه، ولی از لحاظ کیفیت من خودم نه، زیاد قبول ندارم. کیفیت یعنی اومده پایین‌تر سطح کیفیت. دیشب ماشین اومده بود 1500 تا کار کرده بود. گفت بردم گارانتی هم درست نکردن، ما مجبور شدیم دوباره مجدد سیم کشی و دریچه گاز و همه اینا رو درست کنیم. سازمان استاندارد میگه کیفیت خودروها رو اصلا نه ما تعیین میکنیم و نه تایید. وزارت صنعت هست، از طریق یه شرکتی کار حوزه خودشو انجام میده، منتها اون ارزیابی ها در قالب ارزیابی مدل های تعالی کیفیت ما نیست. علی‌رغم تلاش‌ها مسئولان وزارت صمت حاضر نشدند در این باره بهمون پاسخی بدن. سرسری گرفتن قانون از یک طرف و انحصار در بازار هم از طرف دیگه باعث شده تا مشتریان خودرو به جای اینکه شاهد افزایش کیفیت بشن، هر روز با دردسرهای بیشتر مواجه شدن. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.